خرمشهر، تظاهرات در اعتراض به بی‌آبی. بیانیه کانون زنان آزادیخواه در استان مازندران در حمایت از گردهمایی پاریس. آبادان، اقدام به خودسوزی در اعتراض به محرومیت از آب. با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز، خبرهای این ساعت رو تقدیم حضورتون میکنم. کانون زنان آزادیخواه در استان مازندران در بیانیه‌ای از گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس حمایت کردند. در قسمتی از این بیانیه آمده است: از کانون زنان آزادیخواه مازندران با درود و سلام ویژه به خواهر مریم، سمبل زنان پیشرو ایران، و سپاس به همه کسانی که قلبشان برای آزادی ایران می‌تپد. درود بر عزمتان. درود، درود، درود. کانون زنان آزادیخواه مازندران تلاش می‌کند تا همراه و همپای شما مبارزه کند تا طرحی نو در فلک ایران در اندازد. صبح امروز جمعه مردم بجان آمده خرمشهر در اعتراض به بی‌آبی و شوری آب آشامیدنی در مقابل مسجد جامع این شهر دست به تظاهرات زدند. آنها شعار می‌دادند: مسئول بی‌لیاقت، نمی‌خوایم، نمی‌خوایم. بیا آب خرمشهر همش گل. در آبادان یک جوان در اعتراض به شوری و نامناسب بودن آب در اداره آبپای این شهرستان اقدام به خودسوزی کرد. وی با ورود به ساختمان اداره آبپا با ریختن بنزین روی خود قصد خودسوزی داشت که مانع او شدند. این حرکت همزمان با تجمع اعتراضی بود که در مقابل شرکت آبپای آبادان برگزار شده بود. جمعی از کارگران صنایع کیشچوب در تهران در اعتراض به پرداخت نشدن 8 تا 10 ماه حقوق عقب افتاده و عیدی سال گذشته مقابل دفتر این شرکت در خیابان عباس‌آباد تجمع کردند. در کرج کارگران راهن روز جمعه در اعتراض به پرداخت نشدن 2 ماه حقوق عقب افتاده اعتصاب کردند. کارگران اعتصاب کننده خواهان پیوستن دیگر نواحی راهن به اعتصاب شدند. در ایلام کارگران بخش تعمیرات پالایشگاه گاز در اعتراض به سطح نازل دستمزدهای خود، فقدان ایمنی محیط کار و تبعیض میان کارگران رسمی با پیمانی تجمع کردند. در اشتهار جمعی از کارگران اخراجی شهرداری برای چندمین بار مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع و به اخراج خود اعتراض کردند. سناتور تام کاتن در یک بیانیه از گسترش تظاهرات‌های ضد حکومتی در ایران تحت حاکمیت آخوندها حمایت کرد. در این بیانیه آمده است: موج تظاهرات که خیابان‌ها را پر کرده اند خود سخن می‌گویند. رژیم ایران به طرز اصلاح ناپذیری فاسد است و مردم ایران را به دلیل تأمین مالی ماجراجویی‌های تروریستی خودش غارت کرده است. مردم اکنون اعتراض می‌کنند و آمریکا در کنار آنها ایستاده است، همچنان که متحدان اروپاییمان باید این کار را انجام دهند. به دنبال تهدیدات و فشارهای آمریکا، وارد کنندگان نفت ایران به دنبال یافتن منابع انرژی دیگر هستند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا این هفته گفت اکثریت بزرگی از کشورها با درخواست آمریکا همراهی خواهند کرد. یک گروه از وزارت خارجه و شورای امنیت ملی آمریکا در حال رساندن پیام رئیس جمهور به کشورهای اروپایی هستند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعدام زندانی نوجوان ابوالفضل چزانی شراحی را محکوم کرد.
زیدرت حسین روز پنجشنبه گفت من عمیقاً از اینکه رژیم ایران به انجام مجازات اعدام علیه متهمان نوجوان ادامه می‌دهد متأثرم. گفته می‌شود حدود 85 زندانی نوجوان نیز در نوبت اعدام هستند. حکم اعدام ابوالفضل چزانی شراحی به اتهام ارتکاب جرم انتصابی در 14 سالگی سحرگاه روز چهارشنبه ششم تیر در زندان قم اجرا شد. با تشکر از همراهی شما با این بخش خبری تا بخش بعدی خبرها خدا نگهدار.